پس از بخش جزیات هیئت دوازده نفری حکومت برای گفتگوهای صلح اکنون رئیس جمهور در فرمان جزیات حیات عالی مشورتی صلح را همگانی ساخته است. در این فرمان رئیس جمهور آمده است که این هیئت شانزده تن را به نمایندگی از دولت و شورای علما و 17 تن را از سران جهادی و سیاسی در بر می گیرد. رئیس جمهور، رئیس اجراییه، رئیس مجلس نمایندگان، رئیس مجلس سنا، قاضی القضات، مشاور امنیت ملی، رئیس دفتر رئیس جمهور، لوی سارنوال وزیر دولت در امور پارلمانی، رئیس امنیت ملی و رئیس دبیرخانه شورای عالی صلح یازده تن از نمایندگان دولت هستند. څومره <تصفح> چې ملگری سر سره د افغانستان سیاسي سره هماهنګ شي کولی شي دنیا ته او نړیوالو ټولنې ته په داخل کې مخالفینو ته د همبستګۍ د لارې نه آګه څوک چې جمهوریت منی ولسواکي منی د همبستری دلار نه خپې پیغام ورکړي رئیس شوراوی علما و نیز حامد کرزی سبغت الله مجددی عبدالرب رسول سیاف گلبودین حکمتیار محمد یونس قانونی سید حامد گیلانی محمد کریم خلیلی صلاح الدین ربانی سید منصور نادری شیخ آصف محسنی عبدالهادی ارغندیوال حاجی دین محمد عطا محمد نور آمنه افزلی صدیقه بلخی محمد اسماعیل و امرالله سالینیز نیز به نمایندگی از شورای علما و جریانهای سیاسی و جهادی در این حیات باید دارند اونایی که به جنگ اصرار میکنن متاسفانه به خود و به کشور خود خیانت میکنن اونا فرصت ها را از مردم میگیرن و اونایی که به ندای صلح جواب منفی میتن در برابر خدا و در برابر مردم مسئول هستند در کنار این هیئت پیش از این حکومت هیئت دوازده نفریش را برای گفتگوهای صلح معرفی کرده است که نتیجه گفتگوهایشان را با این هیئت عالی مشورتی صلح در میان بگذارند با این ترکیب شخصی که رئیس دفتر و سکرتر خود و دخترا و زنایی که خودشان او را تعیین میکنه یک نوع تخریش برای طالبان ایجاد میکنه در حالی که طالبا اصلا مذاکرات با ایراد میکنه در فرمان رئیس جمهور آمده است که هیئت عالی مشورتی صلح بر ریاست رئیس جمهور نشست هایش را برگزار می کند و مسئولیت دارد که در عرصه صلح بر رهبری دولت مشوره های سازنده بدهد پیشنهادهای های کمیته های کاری صلح را بررسی نماید و در صورت نیاز چارچوب مؤثر گفتگوها را به گروه گفتگو کننده حکومت روشن سازد